تذکر خیلی مهمی که وقتی خاطرنشان کرد اینه که خیلی هستن که در عرب شبات یعنی جمعه مرد یا گل یا خوشبو میخرن برای کبوت شبات. در این گلها یا مرد را با میپیچن با چی؟ با روزنمای بسیار کثیف و آلوده به انواع اقسام گناهان و عکسای بسیار زننده. این بحث به این اشخاص گفت که این کار اسطوره، پیچیدن این گلها و مرده با این روزنمه های کثیف هیچ میتوایی نداره و حیفت پولی که بدن برای اینا. اگه میخوان مرد بیارن خودشون یک کیسه ببرن با خودشون با اینا با بدن توی کیسه، همچنین با این روزنمه های کثیف میارن توی کلیسا توی خونه. هر این روزنامه ها اینها وقتی که داخل خونه میشن برای خودشون تومار نیروی تومایی داخل میکنن و این نیروها باعث میشن که انسان نتونه اونجا که اونطور که بعد تپیلا در تپیلا با نیت پاک بخونه، عصبانی میشه، بی خود عصبانی میشه، حوصلش سر میره، بد اخلاقی میکنه و الاخر. این به خاطر اینها که داخل خونه میشن و تا این اندازه اینا خطرناک هستن که اگر انسان دست شد خور به این روزم ها بعد دست نتیرا میگیره. چرا؟ چون در اینا تومعه هست و اگر نتیرا گیره این دست تومعه به انسان سرایت میکنه و انسان را از داشم درخت دور میکنه. تا اون اندازه چه برسه به خوندن این روزم ها و تماشای عکس ها و اینا همش نیروهای خیلی قویه تومعه هستن. بنابراین بعد اونایی که گل میارن، مور میارن و میپیچن با این روزنامه میپیچن باشون تذکر داد این کار اسطوره، این کار شما میکنید هیچ میتوایی نداره، برعکس دارید شما تومار داخل کلیسای خونتون میکنید. این چی این کارا؟ میخواید برید کیسه برید بخونید کیسه برید و این گلها و میبره این مرتر دمده بدارید اینطور بعد باشه. و بنابراین بعد این بهش خیلی توجه کرد و همطور که مزوزا و سفره قدش اگر داخل خونه بشن اینها قدوشه داخل میکنن، همطور هم این روزنامه ها برانت بعد داخل خونه بشن توم آب و نیرون پک را داخل میکنن. برای بعد خیلی وقتی واده باشه و یه موضوع دیگه هم هست که بعدی که برخه میگن های سادما در کنیسا زیتی تپیلین برخه میگن این بروخ اتا عشب برخه اینا فایده بسرای آهسته آهسته هیچ کسی میفهم میگن یه رفعه میگن نتا بسیتی تپیلین چیه؟ کی میدونه که این برخه گفته که امن جواب بده؟ یا بعد برخه از اول تا آخر بسرای بلند بگن یا اصلا بسرای آهسته بگن چی؟ نتی بتی تی چی گفتی؟ چی گفتی؟ بتی تی گفته داره تورا میخونه، داره کدش نمیخونه، داره شمایت چی میگه؟ بتی تی کیم فهم بگه بتی تی یعنی براخر کمون کرده؟ اگر میخواد که آمین نبادن از اول براخر تا آخر بزه برند بگه، نمیخواد و اگر نمیخواد جواه پس یعنی چی میگه بتی برند بگه؟ این اشتباه خیلی بزرگیه، خیلی اشتباه میکنن و این فقط کلمه آخر باطله برند میگن. اغلب مردم متوجه نمیشن، نمیدونن چی گفت یا میدونن چی گفت نمیدونن چیه برخواد چیز دیگه امن جواب نمیدن و این خیلی بده. این مثل اینکه در برخواد میشنون و امن جواب نمیدن. برای این بعد این تذکر داد یا اینکه از اول برخواد تا آخر بسای بلند دگن یا اصلا برخواد بطرن نگن. و در یکی از شعوری ربن عبد یا یوسف علا بشلو همشون گفتن که همینطور کسانی هستن که میان کنیسا وقتی که شلیح تبور برای شما شروع کرده و بطور بلند برخه میگن. برای چه برخه میگن؟ این خیال میکنن، خیلی خیال میکنن که چون برای شما شروع کردن دیگه نمیتونه بعد برخه جواب بدن. اینطور نیست. از برای شما به این طرف آمین جواب میدید، ولی منتها چی؟
وقتی شروع که بروخ اتا هشم که بگه برخای بروخ شما رو شروع میکنه تا ملک ملک بدش بهاد نه بعد همین جواده ولی از وقتی ملک بدش بهاد از اونجا به این طرف بعد همین جوادن هر برخای میشنوی بعد همین جوادن اگر جواد نمیدن این مثل که برخای میشنوی جواد نمیدن این عمل خیلی سنگینیه برای اونا اشون گفتن که یعنی چی باطل بلند میگه برخا میگه چی که مردم را خطاکار بکنه که امین برخه بشه و امین جواب نده اشتباه خیلی بزرگیه برای خیلی خیال میکنن هر وقت که برخه مرن بگن این میسا میکنن این طور نیست اشتباه خیلی بزرگیه همطور گفتیم یا اینکه فقط کلمه آخر میگن با طرح میگن یا خیلی پیش میاد که حیث آدم میرن حیث آدم میرن برای ایلوین شما برخه میگن خیلی اوقات هست که در وقتی که برخه میگن که تنها تکن داره تو دادنشون خوراکیه نمیتونه به منجام بدن یا داره حرف با کسی حرف میدنن اینا برخه بهشون میرسه همه جواب نمیدن این چیه این چطور میسواهیه برعکس داره مردم خطاکار میکنه گناهکار میکنه گناه خیلی سنگین که برخه میشنبه همه جواب نمیده برای این اشتباه خیلی بزرگیه و خیلی صحیح اینه که برخه را به طرح آهسته گفت کسی نشنده مگر اینکه دو نفر نشستن جلوش و آمده هستن که همه جا بله در این صورت میسوای خیلی بزرگه که برخه بطران بگه اینا هم همه جا بدن درسته ولی وقتی که این داره خوراک میخوره این داره حرف میزنه این داره نمیدونم مطالعه میکنه باره سنه بلند میگه باره پرقای اینا خیلی امکان داره که این میشنم برخه میشنم و همه جا نمیدم خیلی بده چیز خیلی بده خیلی سنگینه اون سنگینه خطرناکم هست چون کسی که برخه میشه و همین جان میده حتی تونم برای این چیزای خیلی سخت گفته شده برای این بعد اینا تذکر داد به اشخاصی که این موضوع نمیدونن همینطور در موقع سعودای شبات اینا هم باستی در نظر گرفتی که آیا کسانی که نشستن دارن خوراک میخورن دارن مشغول خوراک خوردن هستن دارن چیزی میخونن چه حرف میزنن دارین اگر میله که واقعا اینا آمده هستن که آمده بدن برای بطره برخه بگه از اول تا آخر آمده اگر نه ساکت باشه سره را با آیسته بدون کسی که بشنوه بگه این مصباش این مصباش خیلی خیلی برد هستی که برای سره برند بگه با این آمده آمدن و در ضمن این موضوعی که صحبت کردیم در برای آوردن برخه حیات آدم ها که میان برای ایلوین شما خیلی خیلی جوب بجاست خیلی صحیح اینه که این خوراکی رو بدنن خارج از کنیسا نه در کنیسا چون اولا خوردن در کنیسا اصوره طبق آلخه اصوره خوردن در کنیسا مگر اینکه اونایی که نشسته مثلا شب شبوعات میشینن توی بیت کنیست و تورا میخونن شب هوشانا ربا شب شبوعات اینها برای اینکه بدونن ادامه دن به خوندن ادامه دن خواب نرن چرت نزنن چای میارن قهوه میارن میوه میارن که اینها بیدار بشن و بتونن ادامه دن خب این برای مسواک درسته ولی اگر میخوان برای لونی شما بیارن این اینجا موضوع برای آموختن تورا نیست فقط بخوام برخه بگم و خیلی اوقات هست که فقط برخه نیست حرف میزنن و این باید حرف بزنه اون حرف بزنه در برای کاسبی شد در برای این همش اسوره و این هم میان خوراکی میارن برای برخه گفتن که مردم مذکر کنن که به جهت ایلوی نشمای مرحوم یا مرحوم باشه و چیکار میکنن در عوض برعکس این باید میشن که مردم در بکنه حرفای خارج از تراب و تبیله بزنن و اینا مرتکب گناه خیلی سنگین میشن که در بیت کنیسه توبت میکنن بنابراین اون اگر میخوان واقعا این مصفه را انجام بدن و برای اون مرحوم ایلوین شما باید بشن کار درست اینه که بدنن خارج از بیت کنیسه و اونجا سر میز هر کس بیاد اونجا برخواه بگه و این خیلی خوب خیلی کار مصفه بزرگیه و در ذهنم باید بگیم که این میوه‌ای که میارن اگر میوه تر باشه مثل انگور شسته شده یا دیگه چی هست
Il va dire que en Mishuran, il a des masalats que quand ils tarbashan, bad nitira begiran. Ya in ke khoshkesh konan. Ina ki miyan ina mardom ami ki chi midonan ke in bad nitira gerev. Ya khoshkesh kan. Hamta bikhoran bedun nitira. In drost nist. Va betare kar ine ke khor mi vay beran ke ina lad shurtan lad masalan daran ki portugal سیب مثلا سیب پوست میکنن کاش میکنن میذارن سیب که دیگه لازم نیست که بشورن یا سیب شستن یا پوست میکنن دیگه پوست کندن دیگه لازم بشستن نیست و الاخر و همینطور هم یک مسئله دیگه هم هست مثلا برای که پسته یا نخودچی یا کشمش اینا هم برای مسئله ایجاد میشه که چی؟ اگر کسی کشمش یا نخودچی یا هر میوهی که کوچک باشه در به طور کامل داخل دهنش بکنه حتی اگر یکی از دیما بخوره در این شکل تردید هست آیا باید بگه یا نگه چون چه شکی هست؟ شک اینه که آیا ما در اگر یک مورچه که یک گرم هم وزنش نیست ساعت یک دهم گرم وزنش باشه اگر بخوریم این ادنای تو را سرپیچ نکردیم چرا؟ هر مورچه پنج نهی تورا داره پنج نهی تورا اگر پشه باشه پرنده باشه شش نهی تورا اگر حشره آبی باشه چهار تا چهار پنج شش حالا این سوال پیش میاد مگر در تمام خوراک حرام تورا اگر کزاید کمتر از کزاید باشه مگر از کارت یا از نهی تورا یا این معاف نمیشه معاف میشه درست از خوردن اسوره یک دهم گرم یه انسان بیاد خوره که حرام بخوره اسوره ولی چه موقع ملقوت میخوره چه موقع کارت داره چه موقع نهی تورا است وقتی اگر کزاید بخوره ولی اگر کم کرد کزاید بخوره درسته اسوره این کاره اسور انجام داده ولی ملقوت نمیخوره کارت نیست مثلا پیه بخوره کمتر کزاید کارت نداره پس چرا اگر یه موچه بخوره پنج دلار داره این موچه چقدر گرمه چند گرم بدنش داره برای اینکه این موچه یک جانور کامله چون جانور کامل داخل دهانش کرده این پنج نه در این حد پس اگه طوره پس اگر انسان یه نخود چیه بخوره داخل دهانش بکنه نخود کامل بعد نه برخواه بگه چون این اندازه این نخود چی با بزنید که یک دام گرم هم کنه یک پنج گرم باشه نیم گرم باشه در این صورت چون به طور کامل داخل دهان شده بعد برخه بچات بگه شاید بگیم که نه این نمیتونیم برخه بچات را از خوراکی حرام مایت بگیریم ممکنه باشه ممکنه نباشه بنابراین اثر بستی سعی کنه که هیچ وقت میوه کامل را داخل دهان نکنه مگر اینکه بخواد کزایت بخوره میخواد بخواد چی میخواد بخوره 20 تا 25 تا 30 تا تو این چیز دیگه ولی اگر میخواد یکی دو تا نخوچه بخوره بعد چیکار کنه یا این که اصلا از خوردنش درمدر کنه یا که برخواه بگه برو بعدم بعد نصف این نخوچه داخل دهنش بکنه بخوره نصف دیگه بعدا حالا این نخوچه یا کشمش همش اینا این مسئله دارن که مردم میان سه چهار تا کشمش داخل دهن میکنه چطور نخوچه میکنه همین خب این در اینجا مسئله هست اگه بعد برخواه آخر بگن برخواه نگن برای چین مردم را داخل شک و تردید کرد بهتره که برای این صورت میوه بیارن که کزاید خورده بشه و در ذهن بعد مردم گفت که هر آقای محترم هر کسی که اندازه 27 گرم میوه خورده ما برای آخر میگیم نیت میکنیم که رو معاف کنیم و بطره بلند برای آخر بگن و نیت بکنن و آمین را بدن همین دیگه این مسئله حل میشه و مردم واقعا میسفه انجام میدن و برخواه را به طور کامل میگن و در این صورت این واقعا ایلوی نشبای اون مرحومه الله برو